سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. تبلیغ دینی در جوامع اسلامی و غیر اسلامی با سهل‌انگاری، تسامح و تساهل و دیگر مشکلاتی از قبیل رویکردهای سیاسی در این نوع از تبلیغ نتوانسته است اسلام واقعی را به جهانیان معرفی کند. امروز عموم مردم با روش تبلیغی برخی حکومت‌ها و مبلغان که به اسم دین اهداف سیاسی خود را تبلیغ می‌کنند آشنا هستند و البته منزجر از این روش پوشالی تبلیغ به اسم دین. استقبال حیرت انگیز جهانیان به زیارت اربعین حسینی یکی از مهمترین نشانه های انزجار عموم مردم از تبلیغ دین با اهداف سیاسی است. از این رو زیارت میلیونی اربعین حسینی که آری از هر گونه دخالت دولت‌ها و دست داشتن سیاستمدارها و رویکردهای سیاسی در آن است، هر سال بیش از قبل مورد استقبال انسان‌های آگاه و تشنه حقیقت از کشورهای مختلف واقع می‌شود. بیننده‌های محترم، امشب و در 614مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه از شما میپرسیم چرا و چگونه زائران اربعین حسینی بهترین مبلغان اسلام واقعی هستند. با ما همراه باشید. سلام علیکم. عوام الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا الله و ایاکم من الطالبین بفعره مع ولیه الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض ادب و احترام و تعزیت خدمت یکایک بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه، بیننده هایی که از کشورهای مختلف با دیدگاه ها، عقاید، باورها و ملیت ها و جنسیت های متفاوت همکنون بیننده برنامه هشتگ سوژه از شبکه امام حسین علیه السلام هستید. دعاگو و نایب و زیاره شما بیننده های محترم هستیم در زیارت هایی که مشرف میشیم، به این امید که انشاءالله به زودی در همین زیارت اربعین امسال شما هم زائر سید الشهدا علیه السلام شوید و هم قدم با همین زائرانی که در خیابان قبله امام حسین علیه السلام مشاهده می کنید مشرف بشید حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام.
مسئله تبلیغ دین یکی از مهمترین مسائلی است که نتایج تبلیغ در عملکرد حکومت‌ها و ملت‌ها مشاهده میشه. به خوبی امروزه میتوان مثبت یا منفی بودن تبلیغ دینی را در جوامع مختلف از عملکرد ملت‌هایشان و حکومت‌هایشان دانست و متوجه شد که در این سالها این حکومت‌ها و این ملت‌ها چگونه بودند راجع به مسئله تبلیغ دین. تبلیغ دین در چه حکومت‌های اسلامی یا غیر اسلامی موفق بوده و در چه حکومت‌های ناموفق؟ خب ظاهره کشورها در برخی از موارد گویای این مطلب هست. در کشورهای اسلامی به ویژه، به ظاهره این کشورها که نگاه کنیم و روحیه برادری، مهربانی، عطوفت و ایثار در اون ملت‌ها ببینیم چگونه هست، به وضوح مشخص میشه که اون کشور و مسئولان تبلیغی اون کشور چقدر موفق بودند در امر تبلیغ دین. در کشورهای اسلامی که متاسفانه وقتی نگاهی به ظاهره جامعه بیندازی میبینی اثری از این روحیه مساوات، برابری، برادری، مهربانی، این ویژگی های اصلی دین اسلام که 1400 سال قبل پیامبر رحمت للعالمین برای بشریت به ارمغان آورد در برخی از این کشورهای اسلامی اصلا دیده نمیشه، با توجه به اینکه بودجه های هنگفتی صرف تبلیغ دین میشه در اون کشورها. خب امروزه بر کسی پوشیده نیست که تبلیغ دین به واسطه اهداف و اغراض سیاسی نتیجهش مشخصه دیگه. در عرصه جهانی و بین المللی مخصوصا بیننده های محترم مستحضر هستید و با یک سرچ ساده میتوان نتیجه آن را دید که نظر جهانیان راجع به این حکومت‌های اسلامی چی هست که راجع بهش امشب بنای صحبت نداریم. سخن امشب ما راجع به زائران اربعین حسینی است که همگان بر این واقفند و همگان معترفند بر این مطلب که زائران اربعین سید الشهدا علیه السلام، تک تک این میلیون ها زائری که مشرف میشن کربلا، خودشان یک مبلغ برای اسلام واقعی هستند. یک مبلغ نه برای اسلام معاویه، نه برای اسلام بنی امیه و بنی عباس، نه برای اسلامی که این حکومت هایی که امروزه به اسم اسلام ضربه به اسلام میزنند و اسلام معاویه و بنی عباس رو معرفی میکنند به جهانیان با عمل کردشون، نه اون اسلام، اسلام واقعی رو زائر اربعین به جهانیان داره معرفی میکنه. سخنمون راجع به این مطلب هست و از شما میپرسیم که این مطلب چگونه اتفاق میفته، چگونه یک نفر زائر میان میلیون ها زائر میتواند این رسالت رو داشته باشد و در این سالهای گذشته که هر سال به تعداد زوار میلیونی اربعین حسینی افزوده شده، چگونه این رسالت رو بر دوش کشیدند زائران اربعین و چه نتیجه هایی داشته در کشورهای خودشون. میلیون ها زائری که تعدادی از اونها از کشورهای مختلف هستند و پس از مراجعت به کشور خودشون، به شهر خودشون، به جامعه خودشون، یقینا اثرگذار هستند از آن چه اثر پذیرفتند از زیارت اربعین حسینی. یقینا تک تک این افراد مبلغ آن چه خواهند بود که در زیارت اربعین مشاهده کردند.
چه ویژگی هایی از اسلام واقعی در زیارت اربعین حسینی دیده اند که وقتی به کشورها و شهرها و جوامع خودشون برمیگردند پس از زیارت اربعین مبلغ آن هستند، خواسته یا ناخواسته؟ چگونه این امر اتفاق میفته و در سالهای گذشته چگونه اتفاق افتاده؟ میتونید با شماره برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظر خودتون و تجربیات خودتون رو در این زمینه بیان بفرمایید. زیارت اربعین حسینی بدون موعظه و خطابه و سخنرانی و مناظره و روش‌های نوشتاری و گفتاری خود به تنهایی توانسته است بیشترین جاذبه را برای جهانیان داشته باشد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد زیارت اربعین سیدالشهدا علیه السلام هر ساله این هست که یکی از مهمترین مصادیق روایت شریفی است که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تأکید می‌فرمایند کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم. اولین تماس امشب رو می‌گیریم. آقای عبدالخلیل از کابل با ما هستند. سلام می‌کنم به شما. سلام علیکم آقای عبدالخلیل. الله اجورکم. زنده باشین، تشکر، انشالله و سلامت باشین همه دسترکاران شبکه‌تون، ممنونین. میخوام چندی صحبت میکنم به خاطر اربعین. بله بفرمایید، نظرتون رو میشنویم راجع به سوال امشب، چرا و چگونه زائران اربعین حسینی بهترین مبلغان اسلام واقعی هستند؟ بفرمایید. اینا کسان هستند که از این بهتر مبلغان اسلام، از این بهتر در جهان پیدا نمیده. اگر پیدا شده امکان نداره، چون شبکه امام حسین یا امام حسین شهادتش رای بسیار درست برای بشر از هر انسانی که در هر دست یعنی بخوانه یا دانشگاه بخوانه تا رو به امام حسین یا به دستگاه امام حسین یا منزلتی دانشگاه امام حسین رو نکنه هیچ وقت نمیتونه موفقیت به خود داشته. اینه که رو میتونه به کربلا امام حسین، اینا بهترین آدم های روی زمین هستن، از خود، از مال خود، از جان خود، از تمام تمام تو سید شهدا در گذشته رو اینا هم در میگرم میان به شبکه چی کرده ایران شبکه. خب به نظر شما آقای عبدالخلیل، به نظر شما چرا زائران اربعین بهترین مبلغان اسلام واقعی هستند؟ مبیل این یک فوتبالی که برای فوتبال میخواد بکند تقریبا 20,000 نفر به تماشا جمع اون چیزی نیست، ولی شبکه چیزی زیارت اربعین امام حسین با میلیون ها انسان ها جمع میشه. این بهترین برای هر انسان بزرگ است، برای آزادی، برای اندیشه انسان، برای روح انسان، برای هر چی انسان تقریه میکنه انشاءالله. احسنتم، تشکر میکنم از شما. نظر آقای عبدالخلیل از کابل افغانستان رو شنیدید. بیننده های محترم، کونو دعاة الناس بغیر السنتکم فرمایشی است که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در عرصه های مختلف و زمان های مختلف به آن تاکید داشته اند و یکی از اصول اساسی تبلیغ دین نزد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. روایت های فراوانی در این زمینه موجود هست و حکایت های فراوانی که اتفاق افتاده در زمان معصومین علیهم السلام که به این اصل اساسی تبلیغ دین تأکید داشتند. یکی از اصول محوری تبلیغ دین هست کونو دعاة الناس بغیر السنتکم، به غیر زبان خودتان مبلغ دین باشید. یعنی چی؟ کسی که خودش در زندگی شخصیش و در زندگی اجتماعیش معروف است به انسانی عصبی و پرخاشگر، این شخص چطور میتونه مبلغ دین باشه؟ چطور میتونه مصداق این روایت باشه به غیر السنتکم؟ کسی که میخواد مبلغ اسلام واقعی باشه اون هم به غیر السنتکم، خودش اول باید عمل کننده به آن چه باشد که بر زبان جاری میکند. یعنی قبل از اینکه بخواد دعوتی بکنه از کسی برای معرفی دین اسلام، مردم باید دیده باشند اون ویژگی های دینی را در وجود این شخص.
تماس بعدی رو بفرمایید. سلام میکنم به سرکار خانم نادری از تهران. سلام خدمت آقای بهنام و بقیه خادمین شبکه امام حسین. میتونم سلام بدم خدمت اربابم؟ خواهش میکنم به اختصار باش. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا قمر بنی هاشمی یا ابا فضل عباس. آقای بهنام در مورد سوژه امشب خواستم نظرم رو بگم. بفرمایید. چرا که مثلا افرادی که میان تو زیارت اربعین تاثیر میذاره، این به این شکل هست که از موقعی که ما شروع میکنیم تو این سفر قدم برمیداریم، دستگاه امام حسین، در واقع دستگاه امام حسین هم چون خیلی خالصه و للهیه، تاثیر ناخودآگاه همون حالتی که ما تو روزه ها میریم، این سیستم امام حسینه که تاثیر میذاره رو انسان ها. و تو این مسیر اون صداقت و پاکی و ایثار و از خودگذشتگی مخصوصا عراقی ها که خیلی خدمت میکنن به زوارای امام حسین و کلا همه کسایی که تو این سفر میان خیلی خالص میشن. فقط روحیه ایثارگری، صداقت للهیه. خب از تجربه خودتون فرمودید که قبلا مشرف شدید مشایع زیارت اربعین، بفرمایید که خودتون چطور بعد از اینکه بازگشتید به کشور خودتون، به وطن خودتون، چگونه مبلغ اسلام واقعی بودید خودتون؟ با رفتارم، یعنی مثلا شعار نیست، وقتی من خودم سعی کنم با همکارم با اطرافیانم جوری رفتار کنم که خدا پسندانه باشه، اونجوری باشه که امام حسین و امام زمان راضی باشن، خدا راضی باشه، ناخودآگاه اون رفتار خالصانه که فقط با خدا رو در نظر بگیری نه دیگران رو تاثیر میذاره رو اطرافیان. کسایی که با من در ارتباطن اونا هم سعی میکنن آدمای خوبی باشن، اونا هم سعی میکنن صداقت تو کارشون داشته باشن. ناخودآگاه انسانی که خالص بشه، هر چقدر نمیگم حالا ما که معصوم نیستیم، ولی سعی کنیم هر کسی در حد توانش خالصانه برای خدا و امام حسین باشه، ناخودآگاه رو دیگران رو اطرافیانش هم تاثیر میذاره. درود بر شما. ما زمانی بد میشیم که از خدا رو فراموش میکنیم، از خدا دور میشیم، فقط تو کار دنیا، تو فکر دنیا هستیم، دنیایی بشیم، اون موقع ما آدمای بد میشیم. ولی موقعی که خالص باشیم، للهی باشیم، روی خود هم خودمون رفتارمون تغییر میکنه، هم رو دیگران تاثیر میذاره. احسنتم، تشکر میکنم از تماستون. جامعه مهدوی میشه، جامعه اسلامی واقعی میشه. مسلماً همینطور. وقتی تک تک ما سعی کنیم خالص للهی رفتار کنیم تو زندگیمون، هم رو اطرافیانمون اثر میذاره، هم جامعهمون اسلام واقعی میشه. احسنتم، درود بر شما، تشکر میکنم از تماستون و عذرخواهی میکنم از اینکه تماسهای دیگری هم هست که پشت خط هستن و نمیتونیم بیش از این در خدمتتون باشیم. نظر سرکار خانم نادری رو شنیدید. به نکته بسیار مهمی اشاره کردند که بنده هم ابتدای برنامه اشاره کردم به این مسئله. زیارت اربعین حسینی، همطور که این بیننده محترم از تهران اشاره کردند، از اونجایی که تمامی شرکت کنندگان از میزبان گرفته تا میهمانان، از هزاران موکبدار عراقی گرفته تا میلیون ها زائری که مشرف میشن زیارت اربعین سیدالشهدا، از آنجایی که آری از هر گونه سیاست بازی است، از آنجایی که خلوص موج میزنه در این حرکت خود جوش انسان ها، لذا اثر گذاره. این رو خدمتتون عرض کنم. اینی که هر بیننده‌ای که تماس میگیره به این نکته اشاره میکنه، در شبهای قبل هم داشتیم که چیزی رو میبینیم در زیارت اربعین حسینی که در کشور خودمون، در شهر خودمون، در جامعه خودمون خبری ازش نیست، نمیدیدیم. مگر چه میبینن مردم در زیارت اربعین حسینی غیر از این خلوصی که فقط و فقط برای سیدالشهدا علیه السلام همه قدم برمیدارند؟ و در کشورها و شهرها و جوامع خودشون سیاست بازی میبینن، حتی در تبلیغ دین به هر مقدار که مبلغ سیاست رو وارد صحبت‌هاش بکنه، به همون اندازه از خدا دور میشه، به همون اندازه اثرگذاریش بر مخاطبینش صفر میشه. تماس بعدی. سلام میکنم با آقای سید حسین از مشهد مقدس. سلام علیکم، خسته نباشید. اول بازم سلام میگم به شما. متشکرم. توانا جناب
جناب آقای بهنام، امیدوارم همیشه سلامت باشید در زیر سایه گنبد حضرت حضرت ابوالعبدالله الحسین علیه السلام. اول یه سلام میخوام بدم، مشکل تیست؟ خواهش میکنم به اختصار باشه، بفرمایید. چشم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در رابطه این که هر کسی که میاد کربلا و خودش میتونه ابلاغ کننده دین باشه، آدم وقتی میاد کربلای مقدس واقعا آدم یه حس و حالات عجیبی پیدا میکنه، آدم پاک میشه. و وقتی میاد به کشور ایران اونقدر در شهر کربلا انسان واقعا آماده سازی میشه برای یک امر بزرگ و آدم اینقدر پاک میشه که آدم وقتی میاد به شهر خودش، به کشور خودش و از کربلا، اینقدر یک کربلا وقتی میای میگی کربلا رفتم، ولی در کربلا رفتم خیلی حرفه. و انسان که میاد تعریف میکنه از اون حالاتی که داشته، از اون رفتاری که در کربلا داشته، مردم هم از اون نتیجه میگیرن، مردم هم کشیده میشن به اون سمت. شما فقط در تعریف کردن میدانید این تبلیغ و این اثرگذاری رو؟ نه تعریف کردن، نه در رفتار. آدم در رفتارش هم نشون میده که کسی که به کربلا رفته، با کسی که میخواد بدونه که واقعه امام حسین علیه السلام چجوری بوده، تاثیرگذارش. آدم هم از رفتارش، هم از اخلاقش، هم از تعریفش، تمامی اینها اثرگذار هستند در ابلاغ دین ناب محمدی، دین اسلام است، نه دین معاویه، نه دین عمر، نه دین غیره، در دین شیعه. و آدم نشون میگه آدم به خاطر حضرت ابوالعبدالله الحسین رفته. ابوالعبدالله الحسین چه کسی بوده؟ کسی بوده که در راه اسلام واقعی خانوادش رو، اطفالش رو، همراهانش رو، 72 نفر تسلیم نشدن، بلکه پیشرو ادامه دادن و پیروز شدن. شاید شهید شدن، شاید لشکر، ولی در واقع اینها پیروز شدن. و تنها کسانی لعنت میخورن که راه اینها رو بسته بودن، راه آب رو بسته بودن. حالا نمیخوام اون رو بگم، ولی آدم میتونه در راه، در رفتار، در منش خودش نشون بده که حضرت ابوالعبدالله چجوری بوده و مردم رو بکشه به طرف حضرت ابوالعبدالله. احسنتم، تشکر میکنم. نظر آقای سید حسین از مشهد رو بیننده های محترم دیدید و شنیدید. روایت های فراوانی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در دست هست که میفرمایند مهمترین اصل در امر تبلیغ و معرفی دین مهر و محبت است، به گونه ای که در دل مخاطب شور، عشق، امید و مهربانی خلق شود. مهمترین روش برای نفوذ پیام‌های الهی در اعماق جان مردم به کارگیری محبت است. این خلاصه و گزیده و اساره ده‌ها روایت در این زمینه است. راجع به اصول تبلیغی وقتی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سخن می‌فرمایند، به اصل مهم و اساسی مهر و محبت اشاره می‌کنند. محوریت در امر تبلیغ داشتن مهر و محبت باید باشه. این امری است که همگان، میلیون ها نفر زائری که مشرف میشن در زیارت اربعین حسینی، لمس میکنند با تمام وجودشون. در اصول تبلیغی گفته میشه که باید اصل مخاطب شناسی رعایت بشه. باید ببینی که مخاطبی که و مستمعی که داری براش صحبت میکنی از چه کشوری هست، چه آیینی داره، چه گرایش های سیاسی داره، چه گرایش های فرهنگی اجتماعی داره. همه اینها باید ملاحظه بشه. اما در تبلیغ دین در زیارت اربعین این موارد منتفی هست. موکبدارهای عراقی بدون اینکه بدانند میهمانان و زائران سید الشهدا علیه السلام از کجا هستند، چه گرایش سیاسی دارند و دیگر ویژگی ها، به او مهر میورزند، مهربانی میکنند بدون علم به این موارد و خدمت رسانی میکنند. این میشه که
اثرگذار هست. زیارت اربعین حسینی در دل و اعماق جان کسانی که حضور پیدا کردن و میشن مبلغ اسلام واقعی وقتی که برمیگردن به شهرها و جوامع خودشون. تماس بعدی رو بفرمایید. سلام میکنم به آقای رمضانی از کرج. آقای رمضانی صدای من رو دارید؟ تماسشون وصل شده کارگردان؟ خب من صداشون رو ندارم. خب ظاهرا مشکلی هست در این اتصال، انشاءالله که مجددا تماس بگیرن. روایتی رو خدمتتون عرض کنم در ادامه همین فرمایش اهل بیت علیهم السلام برای امر تبلیغ و محوریت و اصل اساسی مهر و محبت در امر تبلیغ. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند قال الله عز وجل الخلق عیالی فاحبه الی الطفه به واسعاه فی حوائجه. امام صادق علیه السلام در این روایت می‌فرمایند، روایت‌های دیگری هم در این مضمون هست از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، بسیار زیباست. خدای متعال می‌فرماید کسی که بیشتر مهر بورزد به بنده‌های من، تقربش نزد من بیشتر می‌شود. کسی که بیشتر تلاش کند در برآوردن حوائج و خواسته‌های بنده های من، لطف و مهربانی من رو به سوی خودش جلب کرده. یکی از دلایل مهم اثرگذاری زیارت اربعین در وجود و اعماق انسان ها و اینکه خودشون میشن مبلغ اسلام واقعی همین مسئله است. در مسیرهای مختلف مشایه و در شهر کربلا موکبدارها فقط و فقط به خاطر اینکه این شخصی که الان جلوی موکب ایستاده یا در صف گرفتن غذا هست یا اومده چایی بنوشد و دیگر مسائل و پذیرایی ها، فقط و فقط به خاطر اینکه زائر امام حسینه دارن بهش خدمت میکنن، ازش نمیپرسن از کدوم کشوری، چه گرایش سیاسی داری. اما متاسفانه در برخی از کشورها مبلغان دینی اولین سوالی که از مخاطب خودش میپرسه، با جوانی که میخواد صحبت کنه میپرسه که گرایش سیاسی چیه، از کی تقلید میکنی و دیگر سوالهایی که، و نتیجه اون تبلیغ رو همگان دیدند که چه شده. تماس بعدی رو بفرمایید. سلام میکنم به سرکار خانم زینب از تهران. الو سلام. تعزیت عرض میکنم خدمت شما. الو سلام. خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو ببندید، صدای من رو فقط از تلفن بشنوید. سرکار خانم زینب صدای من رو دارید الان؟ بله صداتون رو دارم. خوب هستین شما؟ متشکرم، سلامت باشید. بفرمایید نظرتون رو راجع به سوژه امشب میشنویم. انجام وظیفه میکنیم، دعاگو و نایب وزیاره هستیم. انشاءالله شما و دیگر بیننده ها و عاشقان سید و شهدا مشرف بشید کربلا. دستتون درد. من خودم یکی از شفایافتگان امام حسین هستم. الحمدلله. بفرمایید که چطور میشه که زائران اربعین حسینی مبلغ اسلام واقعی میشن؟ به نظر شما دلیلش چی هست؟ درست. الو. خب ظاهراً صدای بنده رو ندارن این بیننده محترم. انشاءالله که مجدداً تماس بگیرن و نظرشون رو بیان کنن. فأحبه إلي ألطفه به وأسعاه في حوائجه. بیشترین بنده هایی که من خدا دوستشون دارم کسانی هستند که لطفشون به بنده های من بیشتر باشه، مهربانیشون به بنده های من بیشتر باشه، خدمت رسانیشون به بنده های من بیشتر باشه. این
روایت شریف امام صادق علیه السلام که چند بعد داره، در کجا بیشتر دیده میشه غیر از زیارت اربعین حسینی؟ بدون چشم داشت خدمت میکنند به زائرین سید الشهدا علیه السلام. به خاطر همینه که خدای متعال هر سال بیش از قبل لطف میکنه به زائر سید الشهدا علیه السلام و به خدمتگزاران و موکبدارانی که خدمت میکنند به زائران سید الشهدا علیه السلام. یکی از مهمترین مصداق این روایت همین مسئله زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام است که باعث تقرب زائران و بنده های خدا به خدای متعال میشه به واسطه مهربانی، عطوفت و برادری و مساوات و برابری که موجود هست در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا قمر بنی هاشم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام. زیارت اربعین جزء شعائر دینی محسوب میشه و زنده نگه داشتن اون مثل زنده نگه داشتن حضرت سید الشهدا است و این حرکت راهپیمایی مردم خیلی تاثیرگذاره و هیچ تجمعی ما نمیتونیم تو جهان پیدا کنیم که به این راحتی مسلمانان و شیعیان رو با کمترین هزینه دور هم جمع کنه. پس الان که ما میتونیم به این راحتی دور هم جمع بشیم، هر کدوممون یه فرصتی داریم که برای خودمون یه سفیری باشیم و برای اسلام یک مبلغ باشیم و این اربعین یکی از برنامه‌های رمزآلوده و اثر بخشه که ائمه علیه السلام این برنامه رو برای ما با دوراندیشی و درایت تفکری که داشتن به شیوه های گوناگون تشریح کردن و امت اسلامی و همگان رو به این روز توجه دادن و یکی از اسباب تأکید برای شرکت در این مناسبت حمایت از اسلامه. همواره در طول تاریخ دشمنان در تلاش بودند که نور اسلامو خاموش کنند و این دین آسمانی از بین ببرند، اما اولیای دین با معرفی برنامه‌های مختلف نگذاشتند که این نور اسلام خاموش بشه و همیشه برای زنده نگه داشتنش تلاش کردند. اربعین هم از این دست این برنامه هاست که ما باید با تلاشی که داریم با شرکت در این راهپیمایی عظیم و مبلغ بودن اسلام از اسلام حمایت کنیم. البته خداوند از روی خاری و ناچاری از ما نصرت و یاری نمیخواد. اگر ما از اسلام دفاع میکنیم و نصرت میخواییم به خاطر خودمونه، چون خداوند فرمودن که هر کسی که از اسلام حمایت کنه و یاری کنه من اونو یاری خواهم کرد و ما میتونیم با مالمون، با آبرو و جایگاهی که داریم، با جانمون، با گریز و روزه هایی که داریم اسلام و زنده نگه داریم، نام سید و شهدا رو زنده نگه داریم، نام اهل بیت رو زنده نگه داریم. اللهم اجل ولیک الفرج به حق زینب کبرا یا علی مدد. خدا نگه دار. البته ما و زائران و محبین امام حسین علیه السلام خودشون رو زنده می کنند به واسطه توسل به امام حسین علیه السلام، به واسطه زیارت امام حسین علیه السلام، نه اینکه بخوان اسلام رو زنده نگه دارند. و اسلام توسط امام حسین علیه السلام زنده نگه داشته شده. راجع به اصل محبت و عطوفت و مهرورزی در امر تبلیغ دین صحبت می کردیم و روایت بسیار زیبایی که از امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض کردم که تجلی و مهمترین مصداق این روایت رو در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام می بینیم. این مهرورزی موجود در زیارت اربعین سید الشهدا رو هر زائری که می بینه ناخودآگاه در اعماق وجودش اثر می گذارد و وقتی به شهر و جامعه و کشور خودش باز میگرده اون اثرپذیری که داشته در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام در اعمال و رفتارش دیده میشه، خواسته یا ناخواسته، و روی دیگران اثرگذار هست. و چه خوبه که
تک تک زائرانی که مشرف میشن که انشاءالله شما بیننده محترم هم امسال جزو زائران میلیونی سید الشهدا علیه السلام باشید در ایام اربعین، چه خوبه که این روحیه ای که در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام کسب میشه را کاری کنند که تداوم پیدا کنه، وقتی که باز میگردند به شهر و کشور خودشون و جامعه خودشون تداوم پیدا کنه تا سال بعد. خب این متغیر هست، این تداوم در افراد مختلف، در بعضی از افراد تا یک هفته باقی میمونه، در بعضی از افراد این روحیه تا چند ماه باقی میمونه، و خوشا بر احوال اون کسانی که طول سالشون این روحیه و این اثر پذیری که در زیارت اربعین سید الشهدا داشتند رو مستمر پیوسته ادامه میدهند و همگان متوجه میشن که این شخص تغییر کرده. این تغییر به وضوح دیده میشه در افرادی که در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام شرکت میکنند، ناخواسته اثر پذیری دارند و ناخواسته بر روی دیگران هم اثر خواهند گذاشت با اعمال و رفتار خودشون، که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میفرمایند کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم. یکی دیگر از اصول مهم تبلیغی که هم آیات قرآنی راجع بهش سخن گفته، هم روایاتی که در این زمینه هست، من قبلا هم در برنامه هشتگ زوجه فکر میکنم عرض کرده باشم خدمتتون، مسئله دین یک پکیج بسیار کامل و گسترده است که در همه اعصار و دورانها قابل استفاده است. کسانی که دستی بر آتش دارن در امر تبلیغ دین، یا اصلا همه مردم، همه حسینیان، هر آن کسی که یا حسین میگوید مبلغ دین حسین علیه السلام است، خب این افراد وقتی مراجعه کنن روایاتی که در زمینه تبلیغ دین هست، که متاسفانه برخی از مبلغان رو انسان میبینه که انه تو عمرش این روایات رو ندیده. یکی از اصول مهمی که روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در امر تبلیغ دین بهش سفارش و تأکید دارن اصل تغافل هست. خدمتتون عرض کنم اصل تغافل البته از نظر روانشناسی و جامعه شناسی هم نقش بسزای مسئله تغافل و اصل تغافل در آرامش روان و دوری جامعه از درگیری های اخلاقی بسیار مورد تأکید و سفارش قرار گرفته و به اهمیتش رسیدن در علم روانشناسی و جامعه شناسی، مطالبی که 1400 سال قبل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بهش تأکید فرمودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بسیار دیده می شد که وقتی چیزی از کسی می دیدند، اخلاق ناشایستی میدیدند یا طرف مسئله ای رو انکار میکرد، در بسیاری از موارد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که انه نشنیدند، که انه ندیدند، تغافل میکردند و مورد سرزنش بسیاری از اطرافیان خودشون قرار میگرفتند. شخص پیامبر خدا، حجت خدا، معصوم، ایمان نداره دیگه، سرزنش میکنه پیامبر خدا را، که آیه نازل شد، آیه 61 سوره مبارکه توبه در این زمینه نازل شد: الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا. آیه 61 سوره مبارکه توبه رو ملاحظه بفرمایید، راجع به همین مسئله تغافل هست. گفتن با کلامشون پیامبر خدا را آزار و اذیت میدادن به نص صریح آیات قرآن. برخی از صحابه رسول خدا گفتن که این پیامبر گوش است، فقط میشنوه، نمیبینیم واکنشی نشون بده. حالا مراجعه کنید بیننده های محترم شأن نزول و روایت هایی که ذیل آیه 61 سوره مبارکه توبه هست،
این مسئله تغافل که در این آیه هم اشاره شده و روایات بسیاری از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این زمینه وارد شده، یکی از اصول مهم و اساسی امر تبلیغ دین هست که متاسفانه در بسیاری از مبلغان، چه حاکمان کشورهای اسلامی چه مبلغان دینی، دیده نمیشه و با کوچکترین حرکتی از جوان، از مخاطب، از مستمع واکنش نشون میدن. نداریم در دین اسلام چنین اخلاق و رفتاری نداریم، مگر اینکه در اسلام معاویه، در اسلام بنی عباس پیروی بکنند از اون اسلام. در اسلام واقعی، در اسلام امام حسین، در اسلام پیامبر رحمت للعالمین این گونه نداریم. مواردهای بسیار زیادیش در تاریخ نقل شده که حتما پیشنهاد میکنم روایاتی که ذیل آیه 61 سوره توبه و شأن نزول این آیه هست حتما مراجعه بفرمایید و مطالعه کنید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند مصلحت همزیستی سالم و معاشرت با مردم در پیمانه است که دو سوم آن هوشیاری و یک سوم آن تغافل است. یکی از ده ها روایتی که عرض کردم راجع به اصل تغافل وجود داره و این اصل اساسی در امر تبلیغ دین، که حکایت های زیادی هم از آنچه نزد اهل بیت علیهم السلام اتفاق می افتاده در دست هست و نقل شده راجع به همین مسئله‌ای که امام صادق علیه السلام می فرمایند در امر تبلیغی دو سوم این امر به هوشیاری بستگی دارد و یک سوم به تغافل، که البته به جای خودش باید کارشناسی تر و دقیق تر تحلیل بشه و صحبت بشه. به ذهن کسی این گونه خطور نکند که پس امر به معروف و نهی از منکر چه می شود، هر چیزی به جای خودش و هیچ منافاتی بحث تغافل با امر به معروف و نهی از منکر ندارد. مسئله زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام یکی از مهمترین مصادیق همین اصل اساسی تغافل در تبلیغ دینی هست. خطاها را ندیدن، خطاها را نادیده گرفتن. دیدید در زیارت اربعین حسینی کسی از همراهان و همسفران اشتباهی هم مرتکب بشه، جمع میشن دورش، یعنی که به خاطر امام حسین حرفی نزن، کشش نده، داریم میریم زیارت سید الشهدا علیه السلام. و هزاران مورد در این زمینه در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام وجود دارد که مصداقی از این اصل مهم و اساسی تبلیغی یعنی تغافل هست. یکی دیگر از اصول اساسی تبلیغ دین، آیه 39 سوره مبارکه احزاب. من عذرخواهی میکنم، به دلیل کمبود وقت برنامه من مجبورم که تیتروار خلاصه و تندتر خدمتتون عرض کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. در امر تبلیغ دین خدا ترسی و ترس و حراس نداشتن از غیر خدا یکی از اصول اساسی و مهم هست که متاسفانه باز هم میبینیم در برخی از مبلغانی که به اسم دین و به اسم تبلیغ دین دارن فعالیت میکنند، متاسفانه در برخی از اونها رو عرض میکنم تنها چیزی که دیده نمیشود خدا ترسی است. و یکی از مسائل بسیار مهمی که و مصادیق مهم آیه 39 سوره مبارکه احزاب زائران اربعین سید الشهدا علیه السلام هستند. از هیچ کسی و هیچ امری حراسی ندارند، همه و همه با هر زبانی، با هر فرهنگی و از کشورهای مختلف مشرف میشن، کلامشون فقط یک چیزه، لبیک یا حسین. اومدن که به سید الشهدا علیه السلام لبیک بگن، اومدن که تجدید عهد و میثاق و عهد و پیمان با سید الشهدا علیه السلام داشته باشن، فقط به این آقا لبیک میگن.
و از غیر خدا هیچ ترس و حراسی ندارند و هیچ چیزی نمیتواند مانع این موج عظیم زوار اربعین سید و شهدا علیه السلام بشه. یکی از مهمترین و اصولی ترین امور در امر تبلیغ دین همین آیه 39 سوره مبارکه احزاب هست، خدا ترسی و لا یخشون احدا الا الله، که حرف بسیار دارد این مطلب. فرصت ندارم، چقدر وقت دارم؟ متاسفانه وقتم تمام شد و دیگر اصول تبلیغی ماند. طلبتون باشه انشاءالله یک فرصت دیگر عرض میکنم خدمتتون. حکایت‌های فراوانی در این زمینه وارد شده و روایت‌های فراوانی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. انشاءالله که شما هم امسال جزو زائران میلیونی اربعین سید و شهدا علیه السلام باشید و خودتون مانند زائرانی که در کربلا مشرف میشن و مانند هر سال که مشرف میشدید، انشاءالله شما هم مبلغ اسلام واقعی باشید. این مهرورزی، عطوفت، برابری، برادری را در زیارت اربعین سید الشهدا لمس کنید با همه وجودتون و منتقل کنید به جوامع خودتون و شهر و کشور خودتون. تشکر میکنم از همراهیتون. بیننده های محترم، دعاگو و نایب و زیارتون هستیم در زیارت هایی که مشرف میشیم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.